زمانی که میشد با کشتی به دل دریا زد و در افق گم شد دیگر گذشته است. صنعت کشتیرانی حالا برای کسانی که میخواهند مخفیانه راهی اقیانوس‌ها شوند جای امنی نیست. هزاران ماهواره در مدار زمین چشم به پایین دوختند و پنهان شدن از دیدشان حتی در دل دریا تقریبا غیر ممکن است. این تصاویر ماهواره ای از کشتی ایرانی آدریان دریای یک است بعد از رفع توقیف از جبل و طارق. اینجا در نزدیکی سواحل سوریه با خاموش کردن ترانسپوندر تمام تلاشش را کرد تا پنهان بماند، اما عکسش در رسانه ها منتشر شد. شرکت‌هایی که کارشان ردیابی محموله‌های دریایی است با بررسی این تصاویر گفتند این نفتکش قصد دارد بارش را در بندری در سوریه تخلیه کند، برخلاف تضمین ایران به بریتانیا. اما این شرکت‌های ردیاب کجا هستند و چطور کار می‌کنند؟ نفتکش‌های ایران شاید هزاران کیلومتر دورتر از اینجا در بندر خارکی یا وسط اقیانوس هند باشند، اما تکنولوژی امروز این امکان رو به ما میده که کوچکترین حرکت نفتکش‌ها رو از اینجا در قلب شهر لندن دنبال کنیم. برای آشنایی با چگونگی ردیابی کشتی‌ها به کپلر آمده ایم، شرکتی که کارش را شفاف کردن بازار انرژی تعریف می‌کند. الکس بوت، مدیر تحلیل بازار کپلر، به من نقشه ای را نشان می دهد از موقعیت هزاران کشتی در سراسر جهان. این نقشه همه کشتی‌هایی که حامل نفت هستند یا قصد حمل کالا رو دارن نشون میده. ما مبدأ و مقصدشون رو ردیابی و نوع محموله‌ای که حمل می‌کنند رو شناسایی می‌کنیم. فلش‌های نارنجی کشتی‌هایی رو نشون میدن که باری ندارن و سبزها اونایی هستن که حامل محموله‌اند. میتونی الان اینجا یه نفتکش ایرانی رو بهمون نشون بدی؟ بله، مثلا کشتی هلم متعلق به شرکت ملی نفت ایرانه. آخرین بار 35 دقیقه پیش دیده شده. آخرین بار محمولش رو در ماه آوریل در چین خالی کرده. در ماه ژوئن در تأسیسات پارس جنوبی بار زده، اما هنوز جایی بارش رو خالی نکرده. کشتی‌های ایرانی برای مخفی شدن ترانسپوندر رو خاموش می‌کنن. این دستگاه‌ها سرعت، مقصد و موقعیت کشتی‌ها رو نشون میدن. اما خاموش کردن این دستگاه پنهان ماندن کشتی را تضمین نمی کند. شرکت‌های ردیابی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به دنبال کشتی‌های پنهان شده می‌گردند. برای نمونه اینجا در بندر خارک 4 کشتی رو می‌بینیم که در اسکله هستن، اما مثل این دوتا کشتی دیگه ترانسپوندرشون روشن نیست. این به ما میگه که این 4 کشتی احتمالاً دارن بارگیری می‌کنن بدون اینکه ترانسپوندرشون روشن باشه. Without their AIS transponders turned on. اما رصد و ردیابی کشتی‌ها تنها کار چنین شرکت‌هایی نیست. حتی اگر همه داده‌های لازم را نداشته باشند، با پردازش حجم عظیم اطلاعات درباره رفت و آمدها در بنادر، شرکت‌های ردیابی می‌توانند مبدأ، مقصد، نوع و میزان محصولی که یک کشتی حمل می‌کند را حدس بزنند و حتی بگویند وضعیت اقتصادی کشورها به کدام سو می‌رود. مثلا اینکه ایران ناتوان از فروش نفت تولیدیش حجم زیادی از آن را ذخیره می‌کند. این ستون‌های آبی کشتی‌های حامل نفت ایران را نشون می‌دهند که بارشون هنوز فروخته نشده. اینجا می‌بینیم که در ماه‌های مارس، آوریل و می امسال که فشار تحریم‌ها کم شده بود، میزان نفتی که داخل تانکرها نگه داشته شده کم شده. اما اینجا می‌بینیم که با شدید شدن تحریم‌ها این میزان به شدت افزایش پیدا کرده. حدود 50 میلیون بشکه نفت ایران داخل تانکرها در دریا مثلا بین خلیج فارس و سنگاپور سرگردونه. شاید 2 دهه پیش در نبود اطلاعات شفاف دانستن میزان نفتی که یک کشور در حال جنگ یا تحت تحریم صادر می‌کند ناممکن بود. اما امروز در نبود اطلاعات رسمی می شود برآوردی از صادرات ایران در اوج تحریم به دست آورد. باران عباسی، BBC.